درود بر همیهنان گرامی برنامه زرتوش، آرتمیس علی‌آبادی هستم و این برنامه رو در نبود جناب آقای عرش مانند همیشه میزبانی میکنم. اگر که به خاطر داشته باشید در برنامه پیش درباره آیین مهر تفاوتهاش با آیین مزده یسنا صحبت کردیم. مثلا گفته بود درباره این بود که آیین مهر چیست، آیین مزده یسنا چیست و اطلاعات بسیار جالبی رو جناب دکتر ستوده خدمت شما ارائه کردن. در این برنامه باز هم مهمان برنامه جناب آقای دکتر ستوده هستند. ایشون ایرانشناس و در واقع تخصص ویژه ایشون در ترکشناسی است، ولی درباره فرهنگ و تاریخ ایران بسیار میدونن و ما از ایشون خیلی استفاده ها کردیم در برنامه ها و بسیار آموختیم. جناب دکتر خواهش میکنم یک درودی داشته باشید تا من نخستین پرسش رو در میون بگذارم. درود من همیشه مادر من که داستان میگو در کودکی آغاز داستان را به جای که پیش رو بگه در گویش ایشان پشی رو بود. پشی روی داستان یک چیزی میگفت، میگفت این پشی رو از سپس اون پشی روی گفتار من همیشه آراسته به گوهران اوستاست. ایر یعنیم خوبرنو یزمیده کبینیم خوبرنو یزمیده. دو فر، فر شاهنشاهی ایران و فر ایران زمین. فر خوبی هاست، نیکی هاست. در شهر زادگاه من اردبیل میوه خوب را میگن میوه فردار، فرزند خوب را میگن فرزند خوب، فرزند با فر، اگر فرزند بد باشه میگن فرزند بی فر. فر نیکی هست. بازارم که میرن میگن که میری بازار میوه میخری میوه با فر بخرا، این یا بخرد بعد بیاورد میگه که این که بیفر است، این خوش نیست. میشود نیکی ها، فر شاهنشاهی و فر ایران زمین، هر دو خوبه، به هر دوش درود. سپاسگزارم. اگر که همیهنان و بینندگان این برنامه به یاد داشته باشند، در برنامه پیش ما اطلاعات خیلی جالبی گرفتیم درباره اینکه آیین مهر چی، سمبل هایی رو نشون دادید و درباره این گفتگو کردید که این آیین چگونه از ایران اومد و همینطور رفت به سمت غرب و در امپراتوری روم گسترش پیدا کرد و آیین مهر در همه جا انجام می شد و محرابه ها ساخته شد و ستایش ها می شد و سمبول هاش هم ما دیدیم. حالا می خواهم در این برنامه درباره این گفتگو کنیم که چه ناهمگونی ها یا چه ناهمانندی هایی آیین مهر داره با آیین مزده یسنا و چه مانند هایی یا همگونی هایی داره، در چه چیزهایی اینا با همانندن، در چه چیزهایی نیستن. هم در همگونی ها بسیار با هم همراه هستند، هم در ناهمگونی ها بسیار هم همراه هستند. بار پیش من گفتم که بنیانگذار آیین مهر شناخته نیست کیست. میتواند یمه که در پهلوی جمع هست، میتواند ایشان باشد، برای اینکه در خدای نامه هست که ایشان بنیانگذار نوروز است برای نمونه، یا نمیدونم انبوب بافی، نمیدونم جامع گرمابه، نمیدونم اینا، ایشان از بنیانگذارهای بزرگ هستند در فرهنگ ایرانی. اما خب یاد نمیشه از اون وارونه این در نیاشگاه های مهری، در مهر زرتشتیان و در نیاشگاه های هندوان، ایشان نه به نام شاهنشاه، به نام یزد، به نام خداوندگار، خداوندگار نگهبان راستی و بنیانگذار شهریگری ستوده می شود. می تواند ایشان باشد. چه دورانی ازش گفتگو نمی کنم، چه دورانی گفتم که سخت است که گفتگو کنم. بنیانگذار آیین مهر گفتم که دانسته نیست چه کسی است، اما بنیانگذار آیین مزده یسنا که سپس ایرانیان این آیین را به نام زرتشتی سپیدمای میشناسن، دانسته است که مرد فرزانه ای بوده است، ایرانی بوده است، زبان ایرانی داشته است، روان ایرانی داشته است، نام ایرانی داشته است، او بنیان گذاشته است. همه کار هم کرده است در اون زمینه، در زبان شناسی کار کرده است. برای نمونه یزدانهای گوناگون یا یزدهای گوناگون را کنار زده است، یک خدیو گیتی یا کردگار آفریننده جهان را نشان داده است، نموده است و برای او نام هم ساخته است. من باور دارم که
مزدا اهوره یا اهورا مزدا را ایشان ساخته است. واژگانش بوده است. واژه اهورا در سانسکریت اسورا هست. بوده است. مزد هم بوده است. مزد در انگلیسی هم هست. بزرگ. این هر دو را با هم گذاشته است. اهو می شود سرور. در زبانهای دیگر هم مانده. باور کنید در زبان فینی که وامگذار زبان ایران هست شما فینلند میگید. واژه اهو هنوز در اونجا هست. برای اینکه همسایه کشور شاهنشاهی هخامنشی بودن و این واژگان را گرفتن هنوز دار. و در زبانهای دیگر هم در سانسکریت خب یک زبان. این دوتا را با هم گذاشته و مهندسی کرده، پیمایی بری کرده، این دوتا را با هم گذاشته و این نام را ساخته است و یک یزدان آفریننده گیتی را به نام مزدا اهوره میشناسد و دلداده او هم است. در سرودهاش که میگوید که با دستای برآورده اکنون تو را به زبانی میستایم که کسی نستود است، به او گاتهای خیش را جانانه به او دلدادگیش را پیشکش کرده است به ایشان. و خب آفرینش او هم که اشا هست که بار پیش هم گفتم که میشود اوردر به انگلیسی و کاسمیک اوردر، هنجار گیتی، همه چیز در سر جای خودش، بهار تابستان، تابستان پاییز، پاییز زمستان، یا نمیدونم از تخم گیاهان بروید و چیزهای دیگه که همه اونها همه جهان دارای آیین است و اون را مزدا اهوره میگوید آفریده است. آفرینشه اشا را، جهان اشایی که همه چیز جهان در او هست، مزدا اهورا آفریده است و ایشان زرتشت بی اندازه دلداده اشاست. اونگاه هرچی که انشا یا انرشی هست را هیچ دوست نمیداره، ناخرسند است. این در آیین مهر چیزی به نام اشا ما نمیشناسیم. اشا را از واژه ریتا گرفته است، ری تی آ از اونجا گرفته است و به گویش خودش اشا کرده است. این مرد فرزانه بزرگ زبانشناس بسیار بزرگی هم بوده است چنین کار کرده. بغ مهر یا دیو مهر که خودش دیو میشود روشنایی، دی واژه انگلیسی که دی هست، در سوئدی هست، در زبانهای دیگه هم، در زبان ایرانی پس از آذر ماه دی می آید دیگه، درسته؟ دی می شود روز، چون که فردای روز مهر، فردای زایش مهر خرم روز است و خرم روز می شود دی. دی می شود روشنایی، هیچ چیز دیگه. ماه دی می شود روز. همون واژه‌ای که در انگلیسی بهش دی می گید، همون داگی که در سوئد هست و زبانهای این است که دیها، دیوها و دیوها را برداشته است و کنار گذاشته است و از آنها دوری جسته است. این کار را کرده در آیین مهر چنین چیزی است، برای که مهر میترا خودش بغ هست و خودش دیو هست و دیوا هست. آسمان که در زبان فینی هم بهش تایواس میگن، دویداسی در زبان سانسکریت میگن و جشنی به نام دیوالی دارن که جشن روشنایی هست، همش برای مهر هست، همش برای روشنایی هست. زرتشت سفید ما اینا را کنار زد، چون یک تن داره این کارا رو میکنه، کنار زد. در جایی که در آیین مهر سازندگان یک تن نیستن، سازندگان در گذار در جرفای تاریخ ماندن ما نمیدانیم. شاید یمه یکیش باشد که گفتم، شاهنشاه یمه یکیش باشد، ما اونا رو نمیشناسیم. چی کار کردن؟ همون چیزهایی را که انجام دادن که سپس اکنون میگم که همانندی هاش چیز اینا ناهماهنگی ها میتواند باشد. یه چیز دیگه ای که اکنون هم هست، اشو زرتشت از یمه دلگیر است، بسیار شگفته. در گاتها نام ایشان را میبرد، میگوید که مزدا، من در رستاخیز از یمه پسر ویونکان در نزد تو گلایه خواهم کرد. او گناه گوشتخاری را به مردمان آموخته است. مزدا اهوره گوشتخاری را دوست ندارد. اشو زرتشت سپیدمان، زرتشت سپیدمان گوشتخاری را دوست ندارد. میگوید که یمه این کار را به مردم یاد داده است و از او دلگیر است. در جایی که در آیین مهر چنین چیزی نیست، یمه یاور مهر است و از او کسی گلایه نمی کند، از او ستایش هم می کند. زرتشتیان در امروز در نیایشگاه هاشون از یمه ستایش می کند. این خواسته اشو زرتشت، زرتشت سفید مای نیست، چون که ایشان از اونجا که زرتشتیان امروز گوشت میخورن، این خواسته زرتشت سفید مای نیست، برای که در گاتان خودش میگه یک چنین چیزی گناه گوشتخواری گلایه میکنه. این گفته زرتشت سفید مای نیست، این است. در جایی که در میان هندوان یمه گوشتخوار نیست،
که این نباید، نمیدونم درست است یا نه، اما در اونجا یمه گوش در جایی که در گاتا هست و سپس در اونجا از یمه که گلایه نمیشه که سپاسداری و سپاسگزاری هم میشه. در سانسکریت اورا اسورا هست، هوسه جا به جا میشن، مانند ماهی ماسی، در کردی ماسی هست، در ایرانی میانه که امروز گفته میشه ماهی میگن، هی ماسل ماهی چه، هم با هم یکیه، اینا با هم جا به جا. اسورا در اونجا دیو هست، در جایی که بدان بد هستن، در جایی که زرتشت سفید ما این را نیک گذاشته، اسورا نیک هست، سرور دانش و دانایی هست، سرور خرد هست. اینها شگفتی هایی هست که خب دگرگونیش در میان هندوان و در میان آیین کنونی زرتشت سپیدمای یا آیین مزدی هستی، این ستایش مزدی، اینم خود زرتشت سپیدمای درست کرده، اسورا اهورا را درست کرده و گفته یسنی یعنی ستایش کنندگان مزدا، این آیینش اینه، نام آیین اینه. سپس نام اشو زرتشتی یا زرتشت سپیدما رو گذاشتن و زرتشتی میخوانن، این نام دوم، اینی که پس از او ساختن، ایشان که این دین را ساخته به نام مزدی یسنی، مزدا را گذاشته است در برابر میترا، در برابر میترا گذاشته است و اونجا که همه ستایش ها، همه نواز ها، همه نیایش ها به خورشید هست، به مهر هست، به میترا هست و نمادش سرو هست و زندگی و سبزی و گیاه و همه چی پیشکش به میترا است، چراگاه ها همه پیشکش به میترا است، گاوه ها به میترا پیشکش هست، اما باید گاوها را در آیین میترا، گاوها را برای میترا یا برای مهر سر بری. این را زرتشت سفید ما هیچ نمیپسندد، کسانی که این کار را میکنند از کوی کوی میشود شاه، از کویان پیرو مهر گلایه میکند، از کرپن، کرپن میشود همین واژه‌ای که قربانی، ایرانی ها کهار قیه میکنن، اونگاه نمیدونن چی کار میکنن چی میگن، کرپن میشه قربانی، کر میشه بریدن، به اوستا واژه کارد هست، همون واژه هست، کریمتن میشود بریدن، کرپن میشه قصاب، کسی که میبره، از کرپنان گلایه میکنه، کرپنان کسایی هستن که گاوارا میبرن و زرتشت سفید ما از این کار ناخشنود است، از این گلایه میکنه. این ناهماهنگی ایشان هست با آیین مهر. اما در آیین مهر بنیاد سه هست، هومت هوخت هوراشت یا هومتا هوختا هوراشتا، من به گویش خودم هوختا میگم، زرتشت سفید مای آینش رو بر پایه همین ستا نهاده. چهار تا فرمول داره آین زرتشت سفید مای: یک مزدا هوره، دوتا سپنتا مینو، انگر مینو، مینوی خشمگین، انگری در انگلیسی هست همون است، سرشت خشمگین، سرشت آرام. یک مزدا اهوره، دو تا فرمول دومش این است که دو تا سپنتا مینو، انگره مینو. در آینه میترا تاریکی در برابر روشنایی است، زرتشت سپیدمای کم و بیش این را در آینه خودش گذاشته است. سه که 365 هست، سه تا شماره 3 6 5، چشم مهر اون سه گوش که میترا هست، زرتشت سپیدمای همون شماره را برداشته، چون دینش رو، آیینش رو روی شماره های ایرانی نهاده. فرزندان ایران زمین تا سه نشه باز نشه میگن، هنوز هم مانده، سه تا سومیش رو نمیدونم خدا نیک بگردانه، هنوز هم مانده، روی سه کار میکنه. یکی از دوستان من میگفت که من ندیم آیین مزدی اصلا این سه رو که گفتی 365 از 365 میاد و سمبل چشم هست که در آیین مهر هست، در آیین مزدی اصلا این چگونه است؟ در آیین مزدی اصلی شماره 3 رو که اون شماره 3 و 6 و 5 که 365 روز خورشید میتابه و جهان از آن میترا هست و میترا سرور جهان است و بغمهر است، این بخش را گذاشته کنار، بغمهر را گذاشته که شماره 3ش را نگه داشته، روی شماره 3ش اندیشه اینی، گفتار اینی، کردار اینی که را نشانده. سه تا فرمول، فرمول سومش اینه: یک مزدا اهوره، دو سپنتا مینو، انگر مینو، سه شماره 3 اون ستا را نگه داشته، شماره 3 را نگه داشته. رفته روی شماره 4 فرمول دیگه مزدی اصلی که زرتشت سفید مای داره دینش رو درست میکنه، شماره 4 اون 4 تا گوهری که
آب و خاک و هوا و آتش هست اونو نگه داشته. گفته اون چهار گوهر، همین درفشی که پشت سر من هست، این هست دیگه. در زمانی که خود زرتشت سفیدمای میاد به دربار شاهنشاه ویشتاس در بلخ، وخرم دروشم ورشته درفش افراشته بلخ، این نشانه چهار تا گوهر هست. اینو میبایستی زرتشت سفیدمای نماد نگهبانی از چهار تا گوهر، آب و خاک و هوا و آتش، اینو نگه داشته. این از آیین مهر، نگه در آیین مهر هم چنین چیزی هست که این چهار تا گوهر گیتی سپنتان و میترا نگهبان ایناست. زرتشت سفیدمای نمیگه که میترا نگهبان ایناست، میگه که اینها را مزدا اهورا آفریده، نگهبانیش به دست فرزندان ایران میسپاره. میگه کسانی که در خانواده مزدی است نیزاده میشن، سربازای مزدا هستن. این سربازای مزدا باید کوشش کنن که زمین رو بکارن، کشاورزی کنن، آبها را بیارن، کان کشی بکنن، آب بکشن در ایران زمین خواست خوشتالی، چون براش دیو میذاره. میگه اپوش دیو خوشتالیه، کسی که آب بیاره اردوی سورنهیتا که یزت و نگهبان آب هست از او خوشنود میشه. سپندار مزد درست میکنه، میگه که سپندار مزد از او خوشنود میشه زمین را. آب را که خب اردوی سورنهیتا یا وایو هوا، نمیدونم آتش آتر یا اون آذر یا آتر را، این چهار تا گوهر را براش به چهار تا یزد یا به زبان کنونی ایرانیان فرشته گذاشته و نگهبانیش به ایرانیان میسپاره. میگه که بچه های ایرانی که زاده میشن فرزند مزدان، لشکریان مزدان، سرباز مزدان، برای همین زادروز رو جشن میگرفتن. هر کی زاده میشد زادروش جشن میگرفت و یه بچه آمده سرباز مزدا شده، مزدا سربازدار شده. برای همین اکنون هم که در جهان زادروز جشن میگیرن نمیفهمن چیکار میکنن، چون نمیدونن اونا این فرهنگ رو ندارن. که برای همین هم از هرودوتوس به ما ریشخند میکنه، میگه ایرانی های چیزی دارن به نام زادروز و زادروز رو جشن میگیرن. دانسته میشه در اون زمان در اروپا این ریشخند بوده. این از آیین مهر به جهان نرفته، این از آیین اشو زرتشت سفیدمای رفته. ایشان زرتشت سفیدمای این کارو میکنه، میگه که نگهبانیش از آن بچه های ایران. نگاه میکنه در نوشته های پهلوی هم همینه، موبدان میگن که میبایستی نمیدونم راست گفت، میترا نگهبان هست، آب انایتا اردوی سرون هسته. این همسانی و دگرسانیش هست اندازه. جناب دکتر اگر که موافق باشید من میتونم که یک سری از این فرتورهای رو به همیهنان نشون بدم که ما درباره شون در برنامه پیش هم کمی گفتگو کردیم، ولی شما این بار برای ما همین رو توضیح بدید که ببینن اینها در واقع وقتی شما صحبت میکنید همش مستنده و اینها سند اون سخنان است که شما میگید. خب این نگاره از نگاره های جانانه گیتی هست. این نگاره نماد ایرانه. روش این به زبان پهلوی ایران نوشته، ایران کشور ایران به زبان پهلوی ایران نوشته. سازندگان این که این در کتسبون پایتخت کشور ساسانیان پیدا شده دیگه، کشور شاهنشاهی سا. این اما در بالا سازنده این کسی که ایران را درست کرده یه مهباره گذاشته و اون ره را که اینجوری میبینی خم کرده، مانند ستاره درست کرده. چون که ستاره و مهباره یا به گفته خواجه شیراز داسمه، مسلمان ها هلال میگن بهش، داسمه یا ستاره، اینا فرزندان میترا هستن. برای اینکه روشنایی از آن میتراست، از آن سول یا خوهر هست و این روشنایی رو اونا نشان میدن، ما از خودشون روشنایی ندارن. به زبان انگلیسی میترا اکتیو، اینا پسیو هستن. این کنشگر و پیشرو هست، اینا پسرو هستن. مهباره و ستاره، این است که مهباره و ستاره چون یاران میترا بودن گذاشتن نشان کشور ایران. نشان کشور ایران مهباره و ستاره است. و سپس شاهنشاهان همایونی ساسانی که من گفتم که بار پیش که تاگ یا تاج از آن میترا هست، همشون بر بالای سرشون مهباره و ستاره دارن. حالا شما اونجا اونا نشون دادید، من اینجا چند تا از اینا رو خودم در نسخه که دارم چاپ کردم، اینجا میبینید چند تا، زیادم خوب دیده نمیشه اما چند تا. اجازه بدید من میتونم تصویر رو شما شده نشوندم. بله
این تاج یا تاج شاهنشاهان ساسانی است. میبینید مهبارو ستاره رو و همین نشان بله ستاره رو میبینید. بله این یا تاج شاهان ساسانی ماه و ستاره در بالاش بود. ماه چون هم پایین نوشته نشانی بود. این چون آیین مهر آیین بنیادی هست، ساسانیان همایونی همین رو نگه داشتن و مهبارو ستاره نشان کشور ایران بوده. امروز در داوفسوس ها کسانی که نام ندارن، فرهنگ ندارن، آبرو هم ندارن و دروغگو هستن، مهبارو ستاره رو گرفتن نشان ترک گذاشتن. خیلی شگفته، این به ترک چه کار داره؟ حالا خب پاکستان هم داره، خوبه که پاکستان ترک نیست، من نمیدونم تونس هم داره، اون هم به ترک نیسته. اما مسلمان بنابراین اینی که شما الان این لوحی که اینجا ما داریم میبینیم پس از تیسفون به دست اومده از دوران ساسانی است و این آرمیست که بعداً در دوران رضا شاه بزرگ بر سردر دانشگاه تهران هم این اگر که دقت بکنید این دایره وسط و این بالها رو گرفتم منتها به جای نام ایرانی، نام به زبان پهلوی ایران یا ایران، این وسط نام دانشگاه تهران رو نوشتن. بنابراین شما میبینید که رضا شاه بزرگ چه انسان میهن پرست و چه انسان ایران شناسی بود و این کارها چقدر هوشمندانه در اون زمان انجام میشد. یعنی ما یک حکومت میهن پرستی داشتیم. دقیقاً بله بیگه من این بالها بهش بالهای میترا میگن، بال مهر یا بالهای میترا میگن و خب این زور و نماد خورشید و نماد ایران شهری این بوده است. این نشان ایران شهر و نشان کشور شاهنشاهی ایران است، همچنان که گفتی نشان کنونی دانشگاه تهران هم همچنان هست. ما این تصویر هم با هم میبینیم، بعد باید بریم یه میان برنامه ببینیم، باز برمیگردیم بقیه تصاویر. خواهش میکنم. نشان جانانه است، من به این بسیار دوست دارم اینو. این نشان مهر یا سواستیکا و سواستیکای نخچی هست، سواستیکای ساسانی و سواستیکای نخچی و سواستیکای ساسانی همون امروز زنده هستید. در کافکاز تیره ساسان که میشینن، شما به چچن میگید نام نادرست هست، اونم به خودشون اینو نمیگه، تیره نخچی که به خودشون ساسان میگن این نشان را دارن. این روان درخته، نماد سروه، نماد سر و نماد میترا، روان جنگل هست و چون میترا نمادش میترا سرو هست، این نماد سواستیکا هست و نماد سرو هست. سلا یا سولا بهش میگن، سولا که خوب خور یا سول یه واژه هست دیگه. این سواستیکای سبز میترایی هست که نماد درخت سرو هست که باز هم نماد میترا هست و از نمادهای سپنتا هست که ساسانیان یا نخچیان که امروز هم هستند، درودها بر آنان در کافکاز، سپنتا شماره هست، سپنتا نشان هست. ببخشید ما میریم یک میان برنامه میبینیم. بینندگان گرامی باز میگردیم و باز با جناب دکتر ستوده خواهیم بود و ادامه برنامه. بشه رنسانس یا نوزایی ایرانی برگزار میکند از شاهنامه با شاهنامه. فرزندان فردوسی در جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی با شادمانی به آگاهی می رسانند که چالش فرهنگ گستری را برای ایران دوستان سامان دادند. کوشندگانی که کارهای خود را از امروز تا آدینه سوم دی ماه امسال یکی از نشانه‌های تماس جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی بفرستند، افزون بر نشان دادن کارهایشان در رسانه‌های گوناگون از پیشکش یا جایزه‌های نقدی بهره‌مند خواهند شد. این چالش هنری و اندیشه‌ای در دو گروه کودکان و نوجوانان تا 18 سالگان و جوانان و بزرگسالان تا 50 سالگان را در بر می‌گیرد. برایند گزینش کارهای دریافت شده در روز جشن بهمنگان یا دوم بهمن به آگاهی همگان خواهد رسید. کارهای نمایشی، نقالی، خوشنویسی، خونیاگری، نگارهی، پیکرتراشی و پژوهشی خود را که در پیوند با شاهنامه باشند برای من به یکی از نشانه های زیر بفرستید. شاهنامه ایران شهر @yahoo.com، ایرانیان رنسانس .net، www.facebook.com/nozai ایرانی، پاینده ایران شهر.
درود بر هممیهنان، دوباره ما برگشتیم و با دکتر ستوده هستیم، ایران شناس، تاریخ شناس و پژوهشگر فرهنگ ایران، متخصص ترک شناسی هستنیشون. ما درباره آیین مزدیستان و آیین مهر گفتگو میکنیم و تفاوتها یا ناهمگونیها و شباهتها یا همگونیهای این دو آیین و با شما در حال نشون دادن یک سری از اسنادی بودیم که بر مبنای اونها جناب دکتر ستوده داشتن دربارش صحبت میکردن. من با شما شیر میکنم سکرین رو. در این باره صحبت میکردیم، این نماد سواستیکا، نماد مهر و نماد درخت صرف هست که از نمادهای آیین مهر است. در این باره گفتگو کردیم و میریم سر فرکتور بعدی. این خیلی خیلی فرکتور جالبی است، من برای شما بزرگش میکنم که آقای دکتر توضیح بدن. خواهش میکنم. جرمنو دو بخش را به ویژه در همراه با هم خاک برداری کردن. این نماد را که میبینید این از هیتیان هست. گفتم که هیتیان ایرانی هستند و ایرانی زبان و مهرآیین بودند. از در نوشته هاشون نام میترا هست. در هنگام پیمان از میترا به نام یزد یا فرشته نگهبان پیمان گفتگو میکنن، در نوشته هاشون هست. این است که ما میدانیم. بار پیش گفتگو میکردیم، شما از فروشی گفتگو کردید، در ایران به نماد فروشی شناخته میشه. به شما گفتم که هیتیان که 4000 سال پیش فرمان روایی داشتن در آناتولی و پایتختشون آتوسا هست، نام آتوسا، هم امروز هم با اون نام آتوسا یا آتوسا هستش. نام خواهر من. خب درود ها بر ایشان. این میبینید نماد میتراز و شگفت‌آورانه کسی که در پایین هست نماد کاج دارد، درخت کاج، از کاج رویده است و خب دست دارد، سر دارد و نشان میدهد که باور اینان به میترا باوری بوده است که میگفتن که سرو هم نمادی از میترا هست. و در بالا خود میترا در دو جا، اون دایره یا داریه، دایره نیست و داریه هست، چون دار درخت، ایرانی ها گردی رو از روی درخت میشناختن، داریه، دایره غلطه. این داریه ای که هست در اونجا، این داریه خود میترا هست، خود خورشید یا خور یا سول هستش. و در بالا هم دوباره نشان دادن و بالهاش نشان پرتوهای میترا هست که بالهاشو میگسترانه و نگاه ایرانیان، هیتیان به این بوده است که میترا مانند یک پرنده ای هست. شاهین را هم نماد میترا می دانستن که بالهاش رو روشن بالهاش رو پهن می کنه و به گیتی زندگی میده، جان جهان هست. این از اینجا دیده میشه که خب آنچه که به نام فروشی ایرانیان امروز به نام فروهر می شناسن دست کم 4000 سالشه. در مصر شما این تصویر رو میبینید، همین که به نام فراوهر یا فروشی میشناسن و همونجوری که آقای دکتر گفتن سرش سر شاهینه در مصر. و اگر که دقت بکنید اونا به خاطر که آیین مهر احتمالاً به اونجا هم رفته بوده یا آشنایی هایی داشتن، این سمبول مهری رو گرفته بودن و در دیواراشون حک کردن. بنابراین پس اینجا میبینید دامن این از نماد سرو و این فردی که مشغول پایکوبیست، یعنی جشن به مناسبت مهر یا بزرگداشت ایزد بانوی مهر یا میترا گرفته میشده. گفتهش هست، نوشتهش هست، من میدانم. میگد که به مادرم بگویید که رخت مرا بیاورد، من برای جشن مهر آماده بشم. این سرباز در واقع این رو میگفت، سرباز، اون سرود سرباز هست، تیام و تیا آنا سپاس پاس آنا میشود مادر. در ترکیه امروز وام شده است، این نام ایرانی است. بگید که رخت مرا بیارید، به مادرم بگویید رخت مرا بیاورد، من برای واژه واسپاس، همون واژه است که شما امروز لباس میگید، آره، رخت مرا بیارد که برای میترا آماده ستایش و نیایش باشم. چقدر زیبا. خب حالا میایم این تصویر، این خیلی جالب. آره این چشم مهر است، گفتم در کجا؟ در پاریس.
این در برابر ناسیونال اسمبلی کنکاشستان فرانسه هست. ترازو نماد مهر است، ابزار مهر است که بد و خوب را اندازه میگیرد و کیفر میدهد. ترازو را گذاشتن، کار درستی کردن. چنبره سبز که این روزها در آمریکا و اروپا همه در و دیوار آراسته میشه و نمیدونن مال کجاست و کی هست و چی هست، سبزی نشانه میتراس، چنبره یا حلقه نماد میتراس در کنار دور خورشید گذاشتن. خورشید یا چشم گیتی هم اینجا دیده میشود که میتراس. این سراسر نشان ایرانی و نشان آیین مهر است. به جهان با چشماش مینگره، در مهریشت هست سرور هزار چشم، سرور هزار گوش، چون که همه چیز را گوش میکند و هزار چشم دارد همه چیز را میبیند. این یکی از نمادهای آیین مهر است. این آره، این ایرانیان اون زمانی که مهری بودن و آلوده به اندیشه های دیگه نشده بودن، سواستیکا را برای آرایش خودشون به کار میگرفتن. بیگمان این از آرایه های زنان یا مردان ایرانی بوده است. در مارلی که در گیلان هست پیدا شده، روان پروفسور نگهبان شاد باشد، از باستانشناس خوب ایرانی بوده است که اینها را به دست آورده است و در ایران نمیدونم هست یا نه، اما خب در ایران پیدا شده است. در مارلی پیدا شده، احتمالاً الان در لوور یا بریتیش میوزیمه. نشان میترا بود دیگه، سواستیکا نشان میتراست. اینم بسیار ارزش دارد. این تصویر زیبایی شد به نظر من این زیباترین چیزی است که من در همه زندگیم دیدم، که همه سمبولای ایرانی رو قشنگ داره نشون میده. این در بالا خود میترا رو میبینید، امروز در آمریکا اینو زیاد میبینید، میترا که شما میترخانید اون پیکان را دورش، در آمریکا میبینید. این خود میتراست و این دست کم 3000 سالشه. این در آناتولی پیدا شده، 3000 سال شده. مهباره یا داس مه به گفته خواجه شیراز و ستاره در کنارش هست. اینا یاران میترا هستند که روشنایی که میترا پدید می آورد، چون میترا می سوزه و روشنایی پدید میاره، اونا از سوختگی میترا، از پرتاب میترا بهره برداری میکنن. اونا زمانی که میترا نیست اونو نشان میدن. اینا رو بهش فرزندان مهر، فرزندان میترا میگن. این مهبار و ستاره در آیین ایران چون یاران میترا هستند و شبها روشنایی میدن، راهنمایی میکنن، سپاسداری میشده. در اوستا ونند یشت سپهبد ستاره هاست، براش یشت هستش. یا نمیدونم ماه یشت ستایش برای ماه هست، نشان ایرانه. گفتم مهبار و ستاره نمال پاکستانه، نمال تونسه، نمال ترکیه هست، نمال بادخوبه دروغوه. این نشان ایرانه، با اونا هیچ پیوندی نداره، نمیتونن بگن این از کجا آورده. این ما نشان همین هنان گرامی، اینو توجه داشته باشید. این ماه و ستاره که بر پرچم ترکیه کنونی میبینید مستقیما از آینه مهر و از اندیشه های ایرانی اومده. اینو خواهش میکنم، چون داریم سندش رو بهتون نشون میدیم، خواهش میکنم موضوع رو هرگز دیگه از یاد نبرید که چقدر ترکیه کشور جلیس، نامش جلیس، پرچمش جلیس و همه چیش از ما آمده. در واقع داریم بهتون نشون میدیم که اگر کسی احیانا فکر میکنه این سخنان از خودمون داریم در میاریم، اینجا ببینید به چشم. خب حالا در مورد این عرابه هم توضیح میدید، چون عرابه مهر ما میدونیم که عرابه داشته مهر. در سخن بسیار شاهنشاه کوروش بزرگ هنگامی که برای بابل می روند نوشته زنفون هست، می گوید که یک عراده بزرگ و با چهار اسب سپید، اینها هم نشان میترا هست، اما عراده راننده نداشت. زنفون می گوید که این توهی بودن راننده برای این است که بگوین که مهر یا میترا راننده این اراده است و فرمان روای سپاه ایران، چون در برابر سپاه ارتش شاهنشاهی هخامنشی این اراده میرفته بی سوار. هرودوتوس ببخشید، کسنوفون میگوید که این توهی گذاشتن این برای ارزش گذاشتن به میترا است، چون میترا نگهبان ارتش ایران هست و این ساخته این اراده ساخته ای از برداشت از مهریش بوده است یا میترایش، چون میترایش در دوران هخامنشیان بوده است و پیش از اونان بوده است. این در میترایش اراده هست و سواران دارد و این دو تنی که اونجا میبینید
یکیشون باید یاران مهر باشد، یکیش میترا باشد و اون کسی که در پشت است از میترا پشتیبانی و نگهبانی میکند، کوها و اینها را نشان میدهد که گفتم که از پامیر یا پای مهر میرود به ستیق هرزبریتی یا البرز و از آنجا به همه گیتی نگاه میکند. کسی که در برابرش است یکی از کسان است که جاده را از گناه آلودگی پاک میکند که میترا برود سرکشی بکند، کسی دروغ نگوید، کسی پیمان شکنی نکند. این اون خیلی زیبا بود. خب حالا میریم برای این تصویر. این خیلی جالبه، خواهش میکنم همینانم به این تصویر خیلی خیلی پرمفهوم نگاه کنم با دقت که آقای دکتر براتون توضیح بده. امروز هست، این امروز هست و زنده است. کشور ایران که بهش اوستیا میگن، واژه اوس میشه آز، آزاد اون واژه است، چون حمل کجا در نوشته های ایرانیان آزاده میبینید، آزاده میشود ایرانیان. تازیان به ایرانیا بنی الاحرار میگفتن، یعنی آزاده زادگان. آزاده همیشه در چم ایران است. آز آت افزا هست، افزا یا مانند ایر ایران افزا هستش یا بازگشت به ایران. این کشور ایرون یا اوست یا آزاد یا کشور آزاد اوست یا ایرون که هست، هنوز این نشان هست، هنوز درخت هست. که این اوستیا در ناحیه قفقازه، در کافکاز هست، با 200 کیلومتر به تفلیس دوری دارد و یک کشوری است در اونجا پرچم داره، پارلمان کنگاشستان داره و خب مردم نیم میلیون مردم ایرانی اونجا هستن، به خودشون میگن ایرون آدم. و این ایرون آدم نیایش های گوناگونی دارن. امروز همین اکنون که من گفته بکنم جشن جرگوبا هست و یکی از جشنهای میترا هست برای پاسداری از میترا است. درختی سرو را که بهش بالاش یا جاش بالاش بهش میگن آرایش میکنن. بالاش همون بالا رفتن و رویدن هست. آرایش میکنن با کشمش، با سیب، با روشنایی و یک کسی اسب سپید که نماد میترا هست میبینید درختش آراسته است، اون درخت سرو را یا بالاش را به شهر میآورد. میبینید که از بیرون شهر به درون میرن. کسانی که به درون شهر میرون می بغانه، نوشیدنی جانانه‌ای که امروز هست و میروشن بگانا بهش میگن، اونو دارن به شهر میبرن و سر گاو را که خب اینا مهرین به گاو را میکشن، شاخش آرایش میکنن و این کاری پیوندی به نمیدونم اون چیزی که در جهان به نام کریسمس تری هست نداره. کریسمس تری هیچ معنی نداره، بیهوده است. درخت سرو ایرانی است، از نمادهای ایرانی گرفته شده و جشن ما رو دزدیدن. اینو بگیم. اینو نگاه کنید، این میگه هولی بایبل. اینجا هم که نگاه کنید اون بالاش نوشته جرمیا، اینم که شماره 10 اونجاهاش که زرد کردم را میتونید نگاه کنید. در اونجا دشنام میده، طور میکنم که همینان ببینن. بله، در اونجا دشنام میده، میگه کسایی که درخت میارن و آرایش میکنن. They cut a tree out of the forest. بخونید همینان گرامی نوشته و اینو شیپ میدن و اینو تصویر و تزیین میکنن با سیلور و طلا و نقره. بله، همون کاری که الان درخت سرو رو میکنن به نام کریسمس تری که درخت کاجون کنن، در خود بایبل مسیحیان دارن به شما نشون میدن که این بهش فحش داده شده و اینو ناسزا گفته شده و میگن کسانی که این کارا رو میکنن انسانهای بی ارزش و پستی هستن. بله، این مسیحیان دارن این کار رو میکنن فقط در بنیاد آیین مهر. اون پیوندی به آیین ترسایی نداره، از آن ایران هست، فرهنگ ایران است، نماد مهر است. شب زایش مهر دراز هست، تاریک هست، مهریان میترائیان به خورشید سوگند یاد میکنن، همین امروز هم به سوی خورشید سوگند یاد میکنن. درخشانان را میگن چهرهش نورانی است، کسی که میمیره مانند شاهنشاه یا به گورش نمیدونم روشنایی بباره نمیدونم اینا. این فرهنگ از آن ماست. سرو نماد او هست. شب تاریک سرو را میگذاشتن، آرایش میکردن، تاریکی در برابر میترا هست و میماندن تا بامداد که روز دی بیاد و درخت سرو را میگذاشتن. پس از اون هر روز روشنایی زیاد، پیوندی با اونا نداره. و میبینید که همه اینها هر چی که شما در این تصویر دارید میبینید نمادهای آیین مهر همکنون داره در کافکاز یا در اوستیا انجام میشه و اینها همه سمبولهای آیین کهن مهریست، حتی درخت کریسمس که الان براتون توضیح دادم. خب میریم برای تصویر بعد. اینم خیلی جالبه.
آشون توضیح بدید. سازنده اون تندیس هست که در آمریکا به نام تندیس آزادی نامور است. این در فرانسه ساخته شده، هنوز هم همین هست. همه اون تندیسی که میبینید، من چهره سازنده رو گذاشتم، اون تندیس هنوز در پاریس هست، کسانی میتوانن برن ببینن. این خود میتراست. پیش از این ما نشان دادیم که تاج یا تاج از آن میتراست و این تندیس را اون کسانی که چرخش فرانسه را پدید آوردن اونا میدانن و نوشته ها هست و موزه چرخش فرانسه اگر برید همه چیز در آنجا نشان داده میشد که میتراییست لیدی ماریان یا بانو ماریان که بانوی ساخته شده چرخش سازندگان چرخش فرانسه هست، دارای کلاه مهریست، رنگ سرخ، رنگ میتراست، پرچم ترکیه هم که گفتیم پرچم میتراست چون رنگ سرخ مالوست، کلاه میترا دارن و این نماد را ساختن چون که رهبری و فرهنگ چرخش فرانسه در پرتاب مهر و آیین میترا بود است. اینو ساختن پس از اون که رفتن همون کار را در آمریکا کردن، آمریکا را از دست انگلیسی‌ها رها کردن، این آزادی بخش گیتی که آزادی و برابری و برادری را به جهان داده است که میترا هست رو در اونجا تندیس افراشتن، دستش هم یک هوورنو یا آتش دادن، پیوندی نه با آمریکا داره نه با فرانسه داره که آیین مهر است. حالا بازم من خوشحال هستم که حداقل سمبل آیین مهر در وسط قلب آمریکا گذاشته شده که نماد قدرت اندیشه ایرانی است در حال. بازم خوبه. اینم که هفته پیش نشون دادیم به هم میهنان، ولی حالا بازم یه توضیح دیگه اینجا بدید اگر یعنی کسی اینجا در نگارهایی که مانده است میترا از درخت برمیاد. برمازرن چاپ کرده این را با سه سر، شماره سه مال میتراس اندیشه میترا. این درخت سروی که در تخت جمشید میبینید شماره نماد اون سه را که بالا نشان میدهید به همون شماره سه 365 روز آیین مهر است که مهریان باور داشتن که چشم گیتی است و در 365 روز سال همیشه پرتو افشانی میکند. سو یا قبلهشون را هم به سوی میترا گذاشتن. هنوز هم آیین زرتشتی که ساخته شده قبله یا سو به سوی خاور هست، به سوی برآمدن خورشید است. کلیساهای جهان هم همه قبله یا سوشون به سوی مهر است، به سوی خاور هست. این نماد مهر بود است. در تنها کلیسای جهان که نخستین کلیسای جهان است در ارمنستان گرامی در ایروان شهر، من دیدم اونا قربان، دیدید دیگه کلیسایی است که با سرپا راسته شده، دیدید که بله. اون کلیسا نخستین کلیسای جهان است که در کشور ایران به دست ایرانیان ساخته شده و دیدید با سرپا راسته شده، برای اینکه اونا میدانستند که آیین مهر است و اون بله. سرپ نماد مهر است. خیلی خیلی توضیحات شما جالبه جناب دکتر، واقعا این بحثا باید ادامه پیدا کنه ساعت‌ها و ساعت‌ها. حالا من از شما یک پرسشی دارم درباره این که آیا این فرهنگ یعنی آیین مهر و آیین یزدیستان چه چیزهایی به جهان ارائه کردن؟ خب آیین یزدیستانی بگیم که چه چیزهایی به جهان ندادن در ایران، این در خور گفتگوست. در ایران ایرانیان با اینکه آلوده به آیین دشمن شدن، در بامداد که از خواب میخیزن دست روی خودشون را میشورن، نمیدونن چی کار میکنن. پادیاب هست برای نیایش مهر. این در آیین مزدیسنی هم مانده است. در اروپا و در آمریکا خودتون میبینید کسی از خواب برمیخیزد دست روی خودش را نمیشورد مگر اینکه به گرمابه برود، اونگاه در بستر هم خوراک میخورند. ایرانیان چنین کاری نمیکنند. کسی دست روی خودش را نشسته چاش نمیخورد. این نیست هم چیزی. این از آیین مهر مانده است، در اونجا نمانده است. آنکه در اروپا مانده است، بار پیش هم گفتم، این در زمان دیدار مهریان دست به هم میدادند، این در آنجا در اروپا مانده است. این در اروپا به ویژه در زمانی که رهبران اروپایی و آمریکایی همدیگر دیدار میکنن، کوشش میکنن در برابر دوربینا دست بدن، اونجا نشان میدن که آره ما مهری هستیم، ما با همدیگه دست مهر دادیم، ما یار مهر هستیم. این دست دادن مهریان در 2400 سال پیش در آناتولی، پادشاه کاموژنه با آنتیخوس دست میده و این مانند دوربین سنگ کندهش است و این از آن مهر است. کسانی که مهرایی نیستن در خاور دور برای نمونه چینیان یا
ژاپنیان یا اون کره در اون خاور دور، کسانی که مهرایی نیستن هرگز به همدیگه دست نمیدن. ایرانیان همروز هرگاه همدیگر میبینن دست میدن. در اروپا آمریکا میبینید این کار چنین چیزی نیست. هرگاه یک کمی نمیدونم میخوان کاری بکنن یا نمیدونم گفتگوی سیاسی چیزی انجام بشه، اون کار رو میکنن که بهتر نشان میدن که اون آیین آیین مهر است. و این یکی از داده های بسیار سنگین و ارزشمند است و هر روز می توانید در جهان ببینید که فرهنگ مهر و آیین مهر زنده است. جشن زادروز از دیگر دستاوردهای آیین مزدی‌اسنا است برای جهان. این مزدی‌اسنا نیست. این از آیین مزدی‌اسنا. قربان، این جریان دست دادن که در زبان دوران پهلوی اشکانی تبدیل شد به دشت، همون چیزیست که هنگام معامله هم ایرانیان انجام میدادن و به هم دست میدادن پس از معامله. برای همین این دشت اول هنوز واژه‌اش مونده در بازارهای ایران، میگن دشت اولمونه، یعنی اولین فروش صبحمونه. دشت دسته دیگه، چون که در پهلوی اشکانی دست دشت است. در مسلمانای هم مسلمانای ایرانی هم میکنن بیچارا. اروپا در همه جهان، در مصر و اون کشورهای بدبخت شده تازیان، زمانی که نیایش پایان میشه سر را به راست برمیگردانن و دست میدن، سر را به چپ برمیگردانن و دست میدن. این در نوشته خود تازینامه است. یاران غار، اصحاب کف، کف میشود کیو. واژه کیو انگلیسی با کف یکیست. کف واژه تازی نیست. واژه کوف یا کوفه یا کاف یا کاوکاز میشود کوه. این یاران غار، این یاران غار در اونجاست. میگه آنانی که به خورشید نگاه میکنن به سوی راست بگراین، سپس به سوی چپ بگراین. اینها زمانی که نیایششون پایان میشه میبینم در مزیتا نشستن، بهشون میگم که ای بیچاره های شما، با این که این آیین را گمان میکنید که آیین تازیست، اما این کار مهری میکنید. شما به سوی خاور برمیگردید، به مهر نیایش میکنید، به سوی باختر که مهر میرود و غروب میکند و در اونجا میماند، با اون درود میگوید. این دست دادن و اون کار یکی از داده های آیین میتراس، نه آیین مزدی است. این از آیین میتراس به مسلمانان جهان. گنبدها را زرین میکنه. این از آیین میتراس، برای اینکه زرین کردن گنبدها نماد این هست که مهر نگهبان اینجاست و پرتو مهر در اینجاست، چون غارها و نیاشگاه های میترایی در تاریکی ساخته میشد و یک روزنه میگذاشتن روز 21 مارس، از اونجا روشنایی راست میتابید و اینها نگهبان دلدادگان روشنایی بودن. و گنبد و اون دوتا منارهی که مسلمان ها درست میکنن در راست و چپ، با اون میترا در میانه که اون زرین گنبده، دست راست میتراپات یک اخگری را روشنایی را در بالا میگیره، میتراپات دیگه مشعل، شما میگید مشعل را سرپایی سرنگون میگیره. میتراپاتی که در بالا هست تندیساش هست، در همه اروپا هستش. در میتراپات اون مناره است که در دست راسته خورشید در بالا میگیره، یعنی میترا آمده است. میتراپات دیگه که خورشید سرنگون میگیرد شعله را یا مشعل را، نماد فرو رفتن خورشید است. دو تا مناره و گنبد در میان سراسر گفتگو از میترا میکند و مناره میگوید آتش و روشنایی و نور چه پیوندی داره، به جز اینکه نشان میده که این مناره نور و آتش هست. و میتراپات یا مهربان که امروز میگن واژه مهربان، نگهبان مهر، هیچ چیزی نیست به جز آیین مهر و داده های آیین مهر به تازیان و مسلمانان و مزگتا ساخته شده از آیین مهر است. چقدر این واژه ها زیباست واقعا، چقدر این آگاهی ها لازمه برای همه بینندگان این برنامه. دیگه که میکنن همین صندلی هایی که در کلیسا گذاشته میشه و نحوهی که اون محراب در جلوی کلیسا هست، اینها خب از محرابه ها اومده و تصاویری که از محرابه ها من در یکی از برنامه ها نشون همینان دادم، این سکوها رو به جایی که این سمتی بذارن به سمت محرابه، به روی هم میگذاشتن که افراد به رو به روی هم مینشستن در دو سو و اون جلو تندیس مهر بوده و محرابه اونجا محرابش به اصطلاح اونجا بوده. و خیلی جالبه که دقیقا کلیساها رو عین همون محرابه ها ساختن و این برای خود من
حداقل خیلی جالب بود دیدنش. یک نکته دیگه که هست، اگر دقت بکنن هم میهنان، در بالای در ورودی هر کلیسا یک دایره ای هست که شیشه هایی که روش ویترای مانند کشیدن و اسمش هم گذاشتن روزون، از همون روزن گرفته شده. دقت کردین آقای دکتر؟ بهش میگن روزون. یک دایره شیشه ای پنجره ای هست در بالای ورودی در کلیساها. کلیسا تاریک ساخته میشه مانند محرابه ها، چون محرابه ها تاریک هستن. و خوب کار کردید محراب کلیسا رو گفتید. واژه محراب که امروز در مسجد عام هست یعنی میترا، محرابه. اول میشه جای مهر و جای میترا. هنوز نمیتوانن از آیین مهر جدا بشن، هنوز مهره و هنوز هستش. هنوز نشان ایرانیان که همسر میشن، زمانی که همسر میشن، پشتیبانه پیمان مهریه هست، چون که پیمان میکنن همسر باشن. اگه کسی پیمان را بشکنه باید پول بده، باید پشتیبانه پیمان که هست هر کی بشکنه باید اون پادفره اون رو بده. هنوز هست در ایران، هنوز مهریه در ایران مانده است. حلقه نشان میتراست در دست زنان ایرانی و در جهان هم همشون دارن، نمیدونن برای چیه. هر زنی که حلقه یا مردی که حلقه یا حالکی یا نشان پیمان را داره مهریه و مهرائینیه. درسته. ببینید اینم یکی از دستاوردهای دیگر آیین مهر برای جهانیان بود. یک نکته دیگه که هست در این محرابه ها، هنگامی که آیین مهر به روم رفت، یعنی به غرب رفت و پرکتیس میشد، اجرا میشد، پس از اینکه اومدن و شروع کردن این آیین مهر رو در کلیساها، یعنی در اروپا غرب جمعش بکنه و آیین به اصطلاح مسیحیت رو بیان بگذارن، اینا حالتهای مخفیانه مجبور شدن داشته باشن. دقیقا مدلی که محرابه های شاید شما در حتی شوش هم میبینید، من در شوش دیدم که اینها رو زیرزمینی میساختن، حالت دخمه مانند و پله میخورد میرفتن اون پایین، خیلی تاریک بود. دقیقا این حالت در اروپا انگار اجرا شد و بعد از اون میبینید که گرده همایی های فراماسون ها همه همین حالت رو داشت که در دالان های زیرزمینی و جاهای مخفی انجام میشد. دقیقا همون گونه ای که ادامه آیین مهر که مخفیانه پرکتیس میشد یا اجرا میشد در اروپا، فراماسون ها همونها رو انجام دادن. بعدا اگر هر نیایشگاه مهری را ببینید، میبینید که دو نشستنگه داره. نشستنگه ها در برابر همدیگه هستن، درازه و مهریان روبروی همدیگه می نشستن، پنام هم می گذاشتن، زنان راه نمی دادن و چهرهشون رو پنهان می کردن. نیایشگاه های کلیساهای ترسایی، همچنین کنکاشستان انگلستان که کابینه سایه، یعنی سایه مهر و راننده در برابر همدیگه می شیدن، چپ و راست دیگه، سایه در بر پایه آیین مهر ساخته شده، بر پایه نیایشگاه مهر ساخته شده، یعنی کنکاشستان انگلستان بر پایه آیین مهر ساخته شده، همچنین کلیساها بر اون پایه ساخته شده و در برابر همدیگه اون جایگاه، نه که در برابر همدیگه، بخشی از جاهایی هست که پرستاران یا پریستا داره اونجا بر برابر کلیسای کانتربری در اینجا هست، درست همون در انگلستان هست، درست همون ریخت را داره، در برابر همدیگه می نشستن و اون هنوز این ساختار در کلیساها هست. کلیساها، همه کلیساها در بالای بلندی ساخته میشه، نزدیک آب ساخته میشه، همشون زیر زمین دارن، برای اینکه نیایشگاه های مهری هم زیر زمین داشتن. ساختارش به ریخت چلیپاست. چلیپا از آن آیین مهرنی، از آن ترسا نیست، از آن آیین در واقع از ایران چلیپا، هر کسی که چلیپا آویخته نشان مهر آویخته، نشان چهار گوهر آویخته، یک بخشش رو تنها دراز کرده. اون مزدا، اناهیتا، میترا، اون ستاره که اینجوری میکنن، چیزی به جز آیین مهر و آیین میترا نیست. خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم جناب دکتر ستوده. ما وقت برنامه‌مون اینجا به پایان میرسه. ما حتما این جستار بسیار شیرین رو ادامه خواهیم داد در برنامه‌های بعد. امیدوارم همه همیهنانی که این برنامه رو می‌بینن توجه داشته باشن، این برنامه‌ها رو رکورد کنن و به سایر همیهنان هم برسونن. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر و تا برنامه آینده، خدا نگهدار. سپاس به فرهنگ ایران. بدرود. خدا نگهدار.